سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خیلی خیلی خوش اومدیم به یه دنتی اسکول دیگه. آقا نوبتی هم باشه، نوبت تراشیدن دندون کانینه. توی ویدیو قبلی توی کامنت ها خیلیاتون ازم خواسته بودین که دندون کانینو براتون بتراشم. حالا امروز توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چجوری روی این بلوک گچ ها قدم به قدم دندون کانینو بتراشید. راستی قبل از اینکه بریم سر وقت ویدیو، برای بچه‌ای که تازه همراهمون شدن یه معرفی داشته باشن که قراره چیکار کنیم. من پارسا هم دانشجو سال آخر دندون پزشکی و توی پلیلیست دنتی اسکول دونه دونه دندون رو داریم تراش میدیم، مورفولوژیشو بهتون یاد میدم، قبلش یه مباحث تئوری میگم ازش، آناتومیشو بهتون یاد میدم و بعد از اون وسایل رو بهتون معرفی میکنم و بعد با اون وسایل ها میریم روی بلوک گچی ها دندون رو میتراشیم. راستی رفرنسمون هم همینطور که قبلا هم گفتم کتاب آناتومی مورفولوژی دکتر بهنازه، دکتر حسن بهنازه، که احتمالاً تو اکثر دانشگاه همین کتاب داره تدریس میشه. راستی داشت یادم میرفت، عیدتون مبارک، امیدوارم سالی پر از شادی و موفقیت داشته باشین. دیگه خیلی طولش ندم، بریم سر وقت ویدیو. خب بچه ها بریم یه مرور کلی روی آناتومی و مورفولوژی دندون کانین داشته باشیم، دندون کانین ماگزیلا. این اپلیکیشن رو توی قسمت‌های قبلی هم دیدین، حالا براتون زیرنویس میکنم اسمشو، و خیلی به کارتون میاد وقتی که شما دارین درس مورفولوژی رو میخونین. همچین اپلیکیشن های خیلی بهتون کمک میکنه تا یه درک سه بعدی تری داشته باشین راجبش، چون صرفا شما فقط با خوندن کتاب اون درک سه بعدی رو نمیتونین به دست بیارین. حالا این نمای کلی همه دندوناست، دونه دونه هر کدوم از دندونام بخواید میشه روش کلیک کنین و از همه جهت بررسیش کنین. بریم سر وقت دندون مورد نظرمون، همون کانین ماگزیلا. دندون کانین ماگزیلا بلندترین دندونمونه که تو دهنمون هست. و اگه خیلی خوب بهش دقت کنین، یه چیزی بین دندونای سانترال و لترال و پرمولراست. خیلی جالبه، علاوه بر اینکه کلا دندون کانین بین دندون صنایع‌ها و دندون پرمولراست، ویژگی‌هاش هم همینطوری بین این دوتاست. یعنی چی؟ یعنی ببینین از نمای پروگزیمال که نگاه کنین مثل صنایع هاست، یعنی مثل سانترال و لترله، حالت اون نمای مثلثی رو داره، ولی از نمای باکال که نگاه میکنیم خیلی شبیه دندون چهاره یا همون پرمولر اوله. و اینجا هم الان بین همه دندون ها میبینین هم ریشش بلندتره، هم اینکه این رأس کاسبش یه 2 میلیمتری بلندتر از بقیه دندون هاست. و قشنگ دیگه اینجا میتونی بین بقیه دندون ها مقایسه کنی ببینید بلندترین دندونه. حالا بریم سراغ کاربرد و وظیفه دندون کانین. کاربرد و وظیفه‌ش هم دقیقا یه چیزی مابین این دوتا، یعنی وظیفه دندون سانترال و لترال حالا علاوه بر زیبایی بریدن غذاه، و وظیفه دندون خلفی حالا پرمولرا و مولرا جویدن و له کردن غذاه. وظیفه‌ش دقیقا یه چیزی بین این دوتاست و پاره کردن غذاست، و همینطور هم که میبینین تیزترین دندونمونه. این تیزیش هم نشونه اینه که این دندون کلا برای گوشخارانه. خب حالا یه ذره بریم نزدیکتر، مثل ویدیوی قبلی همه نماهاش رو دونه دونه بررسی کنیم. اولین نماش نمای لیبیال یا همون باکاله. کلا یه نکته راجع به این دندون بهتون بگم تا یادم نرفته. یادتونه گفتیم دندون لترال خیلی شبیه دندون سانتراله، فقط توی همه ابعاد کوچیک‌تره. حالا دندون کانین هم خیلی شبیه دندونای صنایعاست، با این تفاوت که کلا خیلی مهذب‌تره. ببینین الانم از نمای کلی نگاه کنین کلا خیلی مهذب‌تره. یعنی دندونای سانترال و لترال نسبت به دندون کانین صاف‌ترن و دندون کانین نسبت به این دوتا مهذب‌تره. خب میرسیم به نمای لیبیالش که از روبرو که نگاه میکنیم تاجش یه حالت 5 ضلعی داره. علاوه بر این نمای 5 ضلعی که داره، دقت کنین مثل سانترال و لترال نیستش که صاف باشه و یه سطحی باشه، در واقع 2 سطحیه و یه ریج لیبیال اینجا داره که دندونو به 2 قسمت تقسیم کرده. تاج دندونمون 2 تا سطح و همینطور هم 2 تا لبه انسیزال داره. یعنی اینجوری نیستش که مثل دندون سانترال و لترال یه لبه انسیزال داشته باشه. اگه یادتون باشه توی دندون سانترال و لترال میگفتیم یه لبه انسیزال دارن، ولی اینجا 2 تا لبه انسیزال داره به واسطه این کاسپی که داره. و اصلا داشت یادم میرفت نام دیگه دندون کانین دندون کاسپیده، به واسطه اینکه این یه دونه کاسپ داره، چون که مثل پرمولرا نیست 2 تا کاسپ داشته باشه، مثل سانترال و لترال هم نیستش که فقط یه لبه انسیزال داشته باشه. از نمای لیبیال که نگاه میکنیم یه حاشیه مزیال داره، یه حاشیه دیستال، یه زاویه مزیو انسیزال داره که تو 1/3 انسیزالی قرار گرفته و محل تماسش با دندون لترالِ. اینورم حاشیه دیستالیش یه زاویه دیستو انسیزال داره که کلن گردتر از زاویه مزیو انسیزاله و تو 1/3 وسط قرار گرفته. مثل همون دندون لترال که دیدین محل تماس دیستالیش
بالاتر از محل تماس مزیالیشه. و راستی گفتم دندون لترال یادم افتاد، از نمای مزیالم که نگاه میکنیم کلن سطح مزیالش خیلی شکل لترال و سانترال مثلثیه و همینطور بزرگتر از سطح دیستالشه. الان قشنگ من دندونو به چرخونم میتونین تشخیص بدین. ببینین سطح مزیالش این مثلثی که میبینین بزرگتر وسیعتر از سطح دیستالیشه. و هیت آف کنتوراش هم بخواییم نگاه کنیم دقیقا یک سوم سرویکالیه و با این تفاوت که کلن خیلی محدب تره. اینو از اول ویدیو هی دارم میگم که یادتون بمونه. حاشیه لینگوالیو که نگاه میکنین دو قسمت داره، یه قسمت همین سینگولومه که خیلی گفتم محدبه، یه قسمت این انسیزالی ترش خیلی مقعره. برخلاف همه چیزی که تا الان داشتیم میگفتیم هی محدبه محدبه، اینجا تقعر رو قشنگ میتونین ببینین تو حاشیه لینگوالش. و نمای دیستالش هم دقیقا به همین شکل، فقط همینطور که میبینین توی ریشش یه تقعری داره و همینطور هم که گفتم مثل سانترال و لترال مثلثی شکله، دیگه فکر نکنم چیزی داشته باشه. حالا یه نکته‌ای که تو کتاب گفته، یه مقدار نامنظم‌تر حاشیه لینگوالی نمای دیستال، که خب خیلی دیگه حالا نمیخوایم به این جزئیات بپردازیم. و راست هم میگه دیگه، اگه نگاه کنین ببینین اینجا خیلی نامنظم‌تره نسبت به این سمت، این سمت صاف و صوف‌تره. و یه نکته‌ای هم که حالا واسه عصب کشیش خیلی مهمه بدونین، حالا علاوه بر اینکه خیلی دندون بلندیه، ببینین از روبرو که نگاه می‌کنین نمای مزیو دیستالی ریشه رو در نظر بگیرین، خیلی باریک‌تر از نمای باکولینگوالیه. همینطور که بهتون گفتم، من هر وقت ریشه رو بهتون توضیح میدم نگین ریشه که به درد ما نمیخوره، همون تاجش بسمونه. همین نکته‌های کوچیک بعداً توی درس اندوتون خیلی بهتون کمک میکنه. میرسیم به نمای لینگوالیش. بچه‌ها یه نکته‌ای که نمای لینگوالیش داره اینه که کلاً عرض مزیو دیستالی نمای لینگوالش کمتر از عرض مزیو دیستالی نمای لیبیالشه. نمیدونم منظورم متوجه شدین یا نه. یه دیگه میگم، ببینین وقتی که دندون رو نگاه کنین، چه ریشش چه تاجش، به سمت عقب که میره یه مقدار متقارب میشن. قشنگ این سایه های این تصویر رو نگاه کنین متوجه میشین. در نتیجه اینجا باریکتر از جلوه. ببین از پایینم نگاه کنین میشه تشخیص بدین. چرا خودم اذیت میکنم؟ میبینین؟ متقارب شدن. لیبیال که به سمت لینگوال میرن متقارب میشن. نکته ای که داشت یادم میرفت راجبه لبه انسیزالیش اینه که همینطور که بهتون گفتم دو تا لبه انسیزالی داره دیگه. این دو تا لبه انسیزالی دو تا شیب رو برای ما به وجود میاره. یه دونه شیب مزیو انسیزال، یه دونه شیب دیستو انسیزال. این شیب مزیو انسیزال همینطور که میبینین کوتاه‌تره، ولی شیبش بیشتره، تندتره. ولی شیب دیستو انسیزال بلندتره، قشنگ مشخصه دیگه، و شیبش هم کمتره نسبت به شیب مزیو انسیزال. حالا این ویژگی هم تو نمای لیبیالش صادقه، هم تو نمای لینگوالش. همینطور که تو نمای لیبیالش یه دونه ریج لیبیال داشتیم، توی لینگوالش هم یه دونه ریج لینگوال داریم که بین این مارجینال ریجا و این ریج لینگوال دوتا فوسا داره. فوسای مزیو لینگوال و فوسای دیستو لینگوال. موقع تراشیدنش باید حواستون باشه. بعضی از دندون کانین مثل دندون لترال اگه یادتون باشه، یه دونه شیار لینگوژینجیوال هم وجود داره که این شکلیه. دقیقا دستمو دنبال کنین متوجه. محل تلاقی این سینگولومون با اون فوساها. سیجهش هم بخوایم بررسی کنیم، توی نمای لیبیال و لینگوال به سمت ریشه تحدب داره، تو نماهای پروگزیمال به سمت تاج تحدب داره همینطور که میبینین. و باز یه نکته‌ای که داره اینه که نمای مزیالش تحدبش بیشتر از نمای دیستاله. ببینین تحدب اینجاش یه مقدار کمتره، تحدب مزیالش بیشتره. توی دندونای سانترال و لترال هم اینجوری ها، اگه دقت کنین دقیقا توی همه دندونا مزیالشون یه مقدار تحدبش بیشتر از دیستالشه. خب بریم سر وقت نمای انسیزالش. نمای انسیزالش هم کلا خیلی محدبه و همینطور که میبینی خیلی عریض‌تر از دندون سانترال و لترال، در نتیجه خیلی دندون محکمیه و خیلی ضخیمه. و کلا به خاطر همه این ویژگیاش که بهتون گفتم، چه طول بلندش چه ضخامتش، جز دندوناییه که اگه کسی مشکل پریودنتال داشته باشه آخر از همه لغ میشه. و توی نمای انسیزال همینطور که میبینین کلا مزیالش ضخیم‌تر از دیستالشه و همینطور از مزیال به سمت دیستال تقارب پیدا میکنه. دیگه فکر میکنم نکات مربوط به آناتومیشو همشو بهتون گفتم، اونایی که به دردمون میخوره. یه سری نکات میمونه مثل سن رشدش،
که باید بهتون بگم خیلی دیر رشد میکنه. حالا اگه عقل و فاکتور بگیریم توی سن 11 سالگی رشد میکنه که خیلی دیره، حتی دیرتر از پرمولراس، و همینش هم باعث میشه که کلی مشکل پیش بیاد. خیلی وقتا دندونکانی نهفته میشه، خیلی وقتا باکالی رشد میکنه، و اکثر کسایی که مشکل ارتودنسی دارن تو فک بالا و اکثر کسایی که تو این زمینه مشکل ارتودنسی دارن میبینید دندونکانیشون یا ایمپکت میشه یا مثلا باکالی رشد میکنه و شکل بدی رو به خودش میگیره. به خاطر این نمیگم توی زیبایی هم نقش داره، یعنی فکر نکنید فقط دندونسانترال و لترال توی زیبایی نقش داره. خب این از مباحث تئوریش، بریم سر وقت معرفی وسایل و تا دیگه تراشیدن دندون رو شروع کنیم. وقت وسایلی که لازم داریم، چون این بخش برای بچه‌هایی که ویدیو قبلی دیدن تکراریه، ولی صرفا برای بچه‌هایی که برای اولین بار ویدیو ما رو می‌بینن میگم که بدونن هم چه وسایلی می‌خوایم. اول از همه این بستای گچ رو لازم داریم، این بلوک‌های گچی رو لازم داریم که تو این بستای 12 تایی می‌تونید بخرین، و که اصلا دندون رو می‌خوایم تراش بدیم باید رو همین گچ تراش بدیم. بعد از اون به کاتر لازم داریم که قبلا هم گفتم بهتر از کاترهای لوازم تحریری استفاده کنین. این کاتر من کاتر موکتبوریه. یه دونه مداد اتود لازم داریم برای اینکه طراحی کنیم دندون رو روی بلوک گچی. یه نه خطکش لازم داریم که من خطکشمو گم کردم، همت خیاطی استفاده میکنم. و دو تا قلم اصلی که کلا تو این کار به درد ما میخوره، تو این درس به درد ما میخوره، یکی اسپاتول مدلاژه که یه سرش این شکلیه، یه سرش هم همون حالت اسپاتولیو داره برای مثلا دیچ کردن و اینا. و یه نه کارور مثلثی نیاز داریم که همینطور که می‌بینین دو سرش مثلثیه، فقط یه فرق کوچولو داره، یکیش محورش عمودی یکیش محورش افقیه، و قشنگ برای تراش دادن و کلن حالا اون ناحیه سی جی و اینا خیلی به درد اون میخوره. حالا تو ادامه ویدیو خودتون متوجه میشین. یه وسیله هم که خیلی لازم داریم، شاید باورتون نشه، جوراب زنونه. در این وسیله که به کارمون میاد همین جوراب زنونه است، یعنی قشنگ دندون رو لولو تبدیل میکنه به هولو. وسیله دیگه هم که ممکنه به کارتون بیاد سنباده است. سنباده نرمم خیلی میتونه کمکتون کنه. حالا من ندارم، بدون سنباده هم میتونم کارامو پیش ببرم، ولی اگه نیاز داشتین حتما بگیرین، برای اینکه این سطوح گچ رو بخواین قشنگ مثلا بهش بسابین و صاف کنین، سنباده خیلی به کمکتون میاد. تو مرحله اول مثل دفعه پیش باید بلوک گچیمون رو تبدیل کنیم به یه مکعب مستطیل با حالا ابعادی که بهتون میگم. طول دندون رو کتاب دکتر بهناز گفته 29، که باز مثل دفعه قبل من یه ذره بیشتر میگیرم، مثلا 29.3 میگیرم. خیلی آروم با کاترم از همه سطوح گچو میبرم. خب این از طولش. حالا عرض مزی و دیستالیش کتاب دکتر بهناز گفته 8.4 باشه. 8.4 رو من 9 میگیرم. ببینین شاید فکر کنین خیلی دارم مثلا طولا رو زیاد میگیرم، ولی بچه هایی که ویدیو قبلی رو دیدن متوجه میشن چی میگم. وقتی که شما یه جوراب میکشی کلی تغییر میکنه، یعنی کلی ابعادتون کم میشه. در نتیجه زیاد بگیریم حداقل دستمون بازه که بعدا بخوایم تغییر بدیم دندون خراب نشه. بازم مثل خیار پوست کندن این قسمتش رو میبرم. این از عرض مزیو دیستالیش. عرض باکولینگوالیشو کتاب دکتر بهناز گفته 8.8 باشه، که اونم من باز بیشتر میگیرم دیگه، اینو مثلا 1 میگیرم، یعنی 10 میگیرم در واقع. اینم از وجه باکولینگوالیش. خب پس تا اینجا یه مکعب داریم به ابعاد 29 در 8.4 در 8.8، که البته همه بچه‌هاشو من یه مقدار بیشتر گرفتم. اول از هر چیزی سوتومونو مشخص میکنم که جلوتر گیج نشن. تو مرحله بعدی تاجو از ریشه جدا میکنیم، و تو کتاب دکتر بهناز طول تاجو 11.4 گفته، که باز من 12 میگیرم. اینم از طول تاج. یه جورایی این بعدن قراره بشه سی جیمون. گام سوم طراحیه. مثل دفعه پیش از سطح باکال شروع میکنیم.
همینطور که بهتون توی بخش تئوری گفتم دو تا شیب داشتیم، یه دونه شیب مزیو انسیزا که شیبش تندتر بود و طولش کوتاه‌تر بود، یه دونم شیب دیستو انسیزال که طولش بیشتر بود ولی شیبش کمتر بود. بچه یه نکته‌ای که تو بخش تئوری آدم رفت بهتون بگم این بود که سطح دیستالش تو قسمت تاج دندون یه مقدار مقعرتر از سطح مزیاله. ببینین همینجا هم مشخصه قشنگ. خب این از نمای باکال. حالا سطوح مزیال و دیستال رو به ترتیب برش میزنیم. خب برش سطح مزیال تموم شد، میریم سر وقت سطح دیستال. سطح دیستال هم دقیقاً عین سطح مزیال برش میدیم. با این تقعوری که الان دارم ایجاد میکنم تمایل دیستالی ریشه‌ش رو دارم تعیین میکنم. از سطح مزیال دیستال تراشیدیم، برای اینکه این ناهمواری رو یه ذره صاف کنیم دوباره از جوراب استفاده میکنم. همینطور که میبینین خیلی صاف و تمیز شد. حالا تو مرحله بعدی باید سطح مزیال رو ترسیم کنیم. برای ترسیم سطح مزیال بازم مثل دندون سانترال و لترال به دو قسمت تقسیم میکنم. یه خدچین میکشم وسط سطح مزیال تا راحت تر بتونیم طراحی کنیم. این از خطی که گفتم، حالا با خیال راحت سطح مزیال رو طراحی میکنم. این نیمه جینجیوالی سینگولوممون بود که محدب طراحیش میکنم، نیمه انسیزالی هم مقعر طراحی میکنم. اینم از هیت آف کانتور سطح لیبیا که خیلی محدب تر از سانترال و لترال بود. چون این سطح مزیال رو تراشیدم قبلا الان یه ذره طراحیش سخت میشه، بخاطر باید خیلی دقت کنیم. خب این از طراحی سطح مزیال. حالا دقیقا مثل مرحله قبلی باید سطوح لینگوال و باکال رو کات کنیم. اونجا تو سطح باکال سطوح مزیال و دیستال رو کات کردیم، که سطح مزیال رو طراحی میکنیم باید سطوح باکال و لینگوال رو کات کنیم. موقع تراش سطوح لیبیال و لینگوال حواستون باشه خیلی بر ندارین که اون ریجای لیبیال و ریجای لینگوال رو دیگه نتونیم در بیاریم. چون ببینین همینطور که بهتون گفتم یه مقدار کلن محدبتر و زخیمتر از دندون سانترال و لترالِ، یه مقدار با اونا متفاوته و خیلی بیشتر دقت کنین. در واقع باید دو تا سطح رو تراش بدیم. توی سانترال و لترال همینجوری صاف اینو یه دونه سطح کات میکردیم. اینجا چون یه دونه کاسب داریم باید این ریجه رو حفظ کنیم، ریجه لیبیالو. دقیقا اینطوری. خب تراش سطح لینگوال. هر جایی که میخوام مقعر بشه بیشتر برمیدارم، هر جایی هم که میخوام محدب بشه کمتر برمیدارم، اصلا دست نمیزنم بهش. اینجا سینگولوم اگه نگاه کنه اصلا دست نمیزنم، وای میسم تا با جوراب پرداختش کنم. مثل قسمت های قبل بازم شاید باورتون نشه ولی تقریبا کارمون تمومه. دوباره به یه شکل خیلی مسخره رسیدیم ولی باقی کارو جورش رو باید جوراب و کارور و دیگه اسپاتول مدلاژمون بکشه. ولی برش‌های اصلی و طراحیش تموم شده. دوباره سیجه‌مون رو یه ذره پررنگ می‌کنم.
حالا از نمای انسیزال بیشتر روی دندون کار میکنم، چون ببینی همه واقعا مکعبه، خب سطح لینگوالش باید خیلی مقعرتر بشه. میتونم حتی از کاربر و اسپاتول مدلاژ هم کمک بگیرم. اینجا رو هی دیچ میکنم، مقعرترش میکنم. ببینی این وسط یه تیکه رو اضافه میذارم واسه ریج لینگوال. اینم آخر سر میره، ولی از اول بخوایم همینجوری برش داریم دیگه هیچی ازش نمیمونه. یادتونی گفتم اینجا یه درز لینگو جینجیوال داره؟ اینو همینجوری حدودی تعیین میکنه. خب یه ذره جوراب کمک میگیرم. اصلا عجله نکنین واسه تراشیدن دندون، چون دیگه الان اصل کار رو انجام دادیم، همه ظریفکاریاش مونده فقط. ببینین جورابم که میخوام بکشم، جورابو نمیگیرم دستم اینجوری بسابم، دقیقا دو سطحی باید بسابم جورابو. میبینی یه دونه سطح دیستال، یه دونه سطح مزیال، اینجوری. میبینی همین یه ذره جوراب میکشم، این چقدر تغییر میکنه دندون. حواسمونم باید باشه که همینطور که اول ویدئو تو بخش تئوری گفتم، هرچی که از سطح لیبیال میریم به سطح لینگوال متقارب تر میشه. یعنی چی؟ یعنی عرض مزی و دیستالی سطح لینگوال باید کمتر باشه. میبینی ریج لیبیال هم داره کم کم ظاهر میشه. به همین خوشگلی. حالا یه ذره با کار برم از ریشه بیشتر برمیدارم. سیجه اونم قشنگ تر بشه. همینطور که همیشه بهتون میگم، سیجه یه خط صاف نیست، باید قشنگ اون اختلاف سطح رو شما ایجاد کنید. این تهدب مزیالش هم بیشتر از دیست داره، باید قشنگ رعایت کنید. از ریشه با خیال راحت برداشت کنید با کاربرتون. هر چقدر ریشتون ظریف‌تر بشه قشنگ‌تر میشه کارتون، تا اینکه اینجوری مستطیلی بخواد بمونه. سطح دیستال همینطور که تو بخش تئوری هم دیدین یه تقعوری هم داره، اونم سعی میکنم با اسپاتول و مدلاژ هم ایجاد کنم. دوباره یه ذره دیگه جوراب میکشم تو سطح ریشه. میبینین چقدر قشنگ تر شد با همین چند تا نکتهی که بهتون گفتم. حالا هنوز کار داریم، ببینین سطح لینگوالمون هنوز مکعبیه. یه مقدار دیگه برای اینکه این سینگولمون قشنگ بشه باید جوراب بکشیم. راز دندون کانین و حالا سطوح باکال پرمولر رو دقیقا همینه، اینجوری دو سطحی با جوراب پرداخت کنین. روی سطح لیبیال یه سری گودی های رشدی وجود داره که توی دندونای کنین تازه رویده دیده میشه، که حالا به مرور زمان اینا میبینی صاف میشن. حالا من برای اینکه طبیعی تر جلوه کنه اینا هم ایجاد میکنم روش. بریم سر وقت سطح لینگوال. سطح لینگوالمون هنوز خیلی محدبه. سمت سینگولومش باید محدب باشه، ولی اون قسمت انسیزاریش باید کاملا مقعر باشه.
با کارور قشنگ اینجا فوساهای مزیولینگوال و دیستولینگوال رو ایجاد میکنم. خب جوراب میکشم. چون که سطح لینگوالش همینطور که بهتون گفتم خیلی مقعره، سطح لینگوالش دو قسمت داشت، یه قسمت انسیزالی، یه قسمت جینجیوالی. قسمت جینجیوالش که همون سینگولون بود به اون دست نمیزنم، ولی قسمت انسیزالیش باید خیلی مقعر باشه، به خودم من بیشتر پرداختش میکنم. این تقریبا داره در میاد. الان دیدین هرچی پرداخت کردم اون همه که دیچ کرده بودم الان همش رفت، یعنی اون عمق سطح لینگوال اون بازم کم شد، به خاطر این باز باید با کارورم دیچ کنم اینجا رو. خب بعد اینکه دیچ کردم بازم جوراب میکشم. خب بچه ها خسته نباشین، اینم از دندون کانین که خیلیاتون گفته بودین، امیدوارم به دردتون خورده باشه ویدیو، دندون کانینم بالاخره یاد گرفته باشین. امشب رکورد زدیم و یعنی بخوام براتون بگم ساعت 20 دقیقه به 5 صبح و ماجرا از این قراره که وسط دندون تراشیدن بودم یه دفعه موبایلم ارور داد که حافظش پره و اینا، تا بخوام حافظه اونو خالی کنم اینا یه نیم ساعتی یه گپی انداخت بین کارمون و دیگه هیچی دیگه. خلاصه که به عشق خودتون تا همین ساعت داشتم میتراشیدم و مثل همیشه هم زندگیمو که میبینین کلن سرتاپا شده گچ، شارژر و لباس و همه چی. اگه ویدیو رو دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین، کانال رو هم سابسکرایب داشته باشین. کلی ویدیو دیگه داریم که به دردتون میخوره راجع به حالا عصب کشی و تهیه حفره دسترسی و اینا، این بالاها براتون میذارم، حوصله ندارم دیگه نام ببرم، واقعا خوابم میاد. راستی فردا بیمارم هماهنگ کردم، بخش پروتزم دارم اتفاقا. خلاصه بریم ببینیم چی میشه، یه ساعت فکر کنم یه 3-4 ساعت دیگه باید بیدارشم برم سر بخش. تا یه ویدیو دیگه.